بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. اموالی که تصرف در اونها جایز نیست مختلفه، برخی از اینها خیلی آشکاره و همه قبحشو میدونن، مثل غصب مال دیگران، به زور مال دیگری رو گرفته. اما بسیاری از موارد داریم که تجاوز به مال دیگران، استفاده غیر مجاز از مال دیگران خیلی قبحی نداره، افراد خیلی بد نمیدونن. مجموعه از این موارد رو خدمتون اشاره میکنم. یکی از اینها تصرف در مال فرزند خود انسانه. یه بچه هست، قلکی داره و بهش بخشیدن، نمیتونه پدر برای خودش یه وقتی که دستش بسته است بیاد پول بچهشو برداره، یا هدیه آوردن، عیدی بهش دادن، اینا رو ازش بخواد بگیره پدر و مادر، اینم یه نوع حق‌کشی، تصرف غیر مجازه. یا همینجور بچه صغیر پدرش رو از دست داده یا یتیم، اینها و این اموالی داره، نمیتونن از مال این بردارن خرج بکنن و این تصرف حرام. یا استفاده بدون اجازه از وسایل دیگران، تلفن، موبایل، وسایلی داره، کتابی گذاشته اینجا، بره وضو بگیره برگرده، دیگری بیاد از این کتاب استفاده بکنه بدون اجازه. یا تصرف در امانت دیگران، یعنی گاهی شده امانتی رو در اختیار این شخص میگذارن، میگه دستت باشه الان میام، و از این امانت استفاده کرد. یا پولیه، گفتن مال فلانیه، دست شما باشه، اومد بهش بده، ولی همین پول رو برداشت خرج کرد. از مواردی که به عنوان تصرف غیر مجاز هست، یادگاری نوشتن رو در دیوار این اماکن عمومی، توی اماکن زیارتی، توی مفاتیح، تو قرآن چیزایی نوشتن، این تصرف جایز نیست.